قوه قضاییه یا نهاد سرکوب اسناد فاش شده از سوی گروه هکری عدالت علی چه جزئیاتی را از پشت پرده سرکوب‌ها در ایران فاش می‌کنند و چگونه جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک خبرنگاران، کنشگران و حتی خانواده‌های آنان را هدف آزار قرار داده؟ به چشم انداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. از فشار بر خبرنگاران و خانواده های آنها تا نحوه سرکوب معترضان، از قیمت تعمیر شلاق‌ها تا ترس و نگرانی از خیزش زن زندگی آزادی، تمامی اینها در اسناد گروه عدالت علی که از هک سامانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست آمده به چشم می‌خورد. برای نمونه یک سند نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات به گفته خود برای برهم ریختن آرامش روانی کارکنان ایران اینترنشنال خانواده های آنان را پس از اعتراضات آبان 98 در ایران آزار داده. در یک نامه خیلی محرمانه با امضای مدیر کل حقوق قضایی وزارت اطلاعات خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده که 15 نفر از خانواده ها به وزارت اطلاعات احضار شدند و تحت فشار قرار گرفتند. نامه دیگر نشان می‌دهد که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تنها در 4 ماه نخست خیزش زن زندگی آزادی 57 روزنامه‌نگار را در داخل ایران بازداشت کرده. در یکی از سندها آمده است که شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در سال 1400 بیش از 40 روزنامه‌نگار خارج از ایران را به طور محرمانه و غیابی به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم کرده بود. تمام اینها در کنار پول پاشی برای تبلیغ خواسته های حکومت در فضای حقیقی و مجازی برای حمله به جریان اطلاع رسانی آزاد نشان می دهد که جمهوری اسلامی تا چه حد نگران اطلاع رسانی است. بخشی از اسناد نشانگر فسادی بزرگ در بدنه معتمدان حکومت است. یکی از سندها نشان می دهد که قرارگاه بقیت الله سپاه در سال 96 مبلغ 18 میلیارد تومان به افرادی داده تا فرهنگ حجاب را تبلیغ کنند. سپاه شکایت کرده که عمده این مبلغ با فاکتورهای جعلی بالا کشیده شده. تعداد اسناد بسیار زیاد است و ابعاد فساد و سرکوب در دستگاه‌های جمهوری اسلامی گسترده. در این چشم‌انداز تلاش می‌کنیم با حضور 3 مهمان بخشی از این اسناد را بررسی کنیم. 3 مهمانی که من را همراهی می‌کنند: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار. سلام می‌کنم به هر 3 شما عزیز. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای کاظمی، بیش از هول و هوش 3 میلیون سند رو منتشر کردند. مسائل بسیار متنوعی رو پوشش میده، از فشار بر روزنامه‌نگاران تا اختلاس تا اینکه افراد مختلف در نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای ناهار و شام چه می‌خوردند و چه می‌کردند. به نظر شما اهمیت این هک در چه هست؟ فکر می‌کنید که چه توجه ما از بین این 3 میلیون سند که خیلی ابعاد وسیع داره بیشتر باید معطوف چه چیزهایی باشه؟ خانم بنی هاشمی و جناب آقای مهدوی آزاد، و اجازه میخوام در ابتدای کلام یادی بکنم از جاویدنام محمد حسینی، از قربانیان مظلوم جمهوری اسلامی که امروز روز تولدش بود. اما در مورد این اسناد من میخوام به 3 دسته تقسیم بکنم. یک دسته اسنادی که همونطور که شما گفتید ردبندی محرمانه یا خیلی محرمانه داره و جدا از اون پرونده های قضاییه که برای افراد تشکیل میشه و عمدتا در کانال تلگرامی این گروه عدالت علی منتشر شد و یا برخیش مثلا به رسانه ایران اینترنشنال واگذار شد برای انتشار، اسناد امنیتی که غالبا از دل جلسات نهادهای امنیتی یا گردشکارهایی که ضابطین قضایی از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به مسئولین قضایی اونها رو ابلاغ کردن یا اطلاع رسانی کردن منتشر شده. دسته دوم پرونده های قضایی که حول محورهای پرونده های امنیتی، سیاسی و حقوق بشری دستبندی می
می‌کنیم. دسته سوم هم پرونده‌هایی که مربوط به فساد در دستگاه قضایی و در سایر ارگان‌های جمهوری اسلامی، البته در کنار اینها شاید صدها هزار و شاید میلیون‌ها پرونده شهروندان عادی که مثلا خواهری از برادرش برای موضوعاتی مانند ارث شکایت کرده و اونجا منتشر شده. خب در وهله اول باید بگیم که این پرونده‌ها رو وقتی نگاه می‌کنیم اصالت اسناد رو به ما اثبات می‌کنه، یعنی هر شهروندی اگر کد ملی خودش رو در این سامانه، در این سایتی که موجوده وارد بکنه، میتونه پرونده‌های خودش یا کد ملی هر شخصی رو وارد بکنه، پرونده‌های او رو رویت بکنه. این نشان از صحت اسنادی که منتشر شده داره. از سوی دیگه اصل ماجرا، یعنی اینکه پرونده شهروندان عادی به عنوان اطلاعاتی که برای هر شخصی محرمانه و شخصیه به صورت عمومی منتشر شده، فکر می‌کنم یکی از بزرگترین رسوایی‌هایی که یک نظام حکومتی میتونه اون رو متحمل بشه. اگر یه همچین اتفاقی در یک نظام غیر دموکراتیک هم در هر جای دنیا میافتاد، احتمالاً نظام حاکمیتی اون کشور زیر و رو میشد. در همین پرونده اما خب ما میبینیم که تنها یک واکنش داشتیم، اون هم یک منبعی که مشخص نیست نامش چیه، اشاره کرده که اسناد جعلیه، که خب این هم مانند زدن چسب زخم به روی زخم شمشیره که عملاً دردی رو دوا نمی‌کنه. اما در این بین پرونده‌های حقوق بشری رو بهش اشاره کردید. در ادامه من به مقداری از پرونده‌های فساد و اختلاس، بله حتما میرسیم آقای کاظمی. این رسوایی جمهوری اسلامی هست همونطور که اشاره کردید، اما خب امنیت تعداد زیادی از شهروندان هم با این اتفاق میتونه تحت شعاع قرار بگیره. آقای مهدوی‌زاده شما چگونه دیدید؟ آیا دسته‌بندی خاصی رو شما انجام دادید یا نه؟ سندها رو شما چگونه خواندید؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت معماران محترم، کارشناسان گرامی، شنوندگان بینندگان و شما. ببینید من البته از صبح مثل قاز نشستم مقابل وبسایت اینا، مدام قطع و وصل میشه و من نتونستم بالاخره اسناد رو سرچ بکنم. در اون قسمت اولش 500 تا سند هست که به ترتیب صفحات هست، 25 صفحه هر صفحه 20 تا سند، اونها رو روش بررسی کردم، اونها رو تونستم باز کنم. باز به سختی معلومه ترافیک سنگینی هست و توی اونها سه تا پرونده هست که در واقع مال دادسرای شعبه 28 دادسرای شهید مقدس 28 یادم شما رو یادم بسید دادسرای شهید مقدس و امنیتیه. واسه خیلی جالبه، یک جالبترینش پرونده معاوضه درویشی از دراویش گناهبادی که ما میدونستیم در واقع محکوم به زندان و تبعید و غیره شده، خبر پروندهش رسید علنی است، منتها در بخش اسناد 6 7 سند هست از جمله دو تا گردشکاری که به صورت پی دی اف هست. من مطمئنم خود ایشون خیلی واسه جذاب خواهد بود ببینه اینها رو. یه سری پرونده دیگه هم هستش مثلا که ما اینا رو اصلا نشنیده بودیم اسمش رو هیچگاه، محکومیت‌های کوتاه به جرم اتهام به علی لاریجانی، گلای مثلا اعتقاد به قالیباف، نمیدونم یکی دیگه هستش آقای به نام قناتپور، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم امنیت ملی، که اینا بعضیشون تبرئه شدن، بعضیشون جرایم سنگین هست و پرونده رو بستن. بنابراین من این بخش از سایت من نتونستم ببینم، اون بخش از اسناد دیگه در کانال تلگرامی گذاشتن و بعضیش حالا به رسانه ها داده شده، از جمله شما اونا رو من دیدم. مجموعا میتونم اینجوری در چند جمله اینجوری بگم. ببینید شما حکمرانی نمیبینید، شما سیستمی رو میبینید که به صورت مافیایی سازماندهی شده علیه شهروندانش داره کار میکنه. مثلا حیرت میکنم شما یه نامه اشاره کردید به نامه در مورد کارکنان اینترنشنال، بگذاریم از اینکه بشیم یه مش دروغه، یعنی اون سال 98 که این نامه نوشته شده خانواده من پدر من رو احضار کردم، مال 13/11/1398 این نامه، ببخشید 9/9/1398 13/11 مال سازمان اطلاعات سپاه. بگذاریم از اینکه این نامه دروغ نوشته شده، یه بخشش دروغ هست، بگذاریم از اینکه مال وزارت اطلاعات آقای روحانی است و همون وزیر اطلاعات آقای علوی بعداً از نگاه حکومت رد صلاحیت شد و اینا عبرت تاریخه. ببین اصلا شما تعجب میکنید توش نوشته که آره ما این کار کردیم که آرام امنیت روانی روزنامه نگاران مختل شود و منجر به آشفتگی و سردرگمی آن شود. کار حکومت اینه که خیلی با افتخار بگه ما آرامش روانی روزنامه نگاران را منجر مختل کردیم، آشفتگی و سردرگمی درست کردیم. یه جا دیگه دوباره نوشته که روزنامه نگاران به جای تمرکز بر پوشش اختشاشات، یعنی خودش هم میدونه بودن پوشش میدیم، میگه به جای تمرکز بر پوشش اختشاشات به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده ها و کارکنان خودشان بپردازن. این شد کار دستگاه حکومت. ببین برای من میخوام بگم شما مجموعه بلاهاتون رو فهمیدم که باید تموم کنم، دور بعد بیشتر صحبت میکنم. مجموعه نامردر حوزه های مختلف که میبینید از جمله
مورد پرونده مهسا جلسه که در وزارت کشور تشکیل شده به ریاست معاون وزیر کشور، دبیر شورای امنیت کشور و غیره، تعدادی آدم میبینی که اصلا دنبال حقیقت نیستن، فقط دنبال سناریو سازی هستن. کسی دنبال این نیست جلسه وزارت کشور، کسی نمیگه آقا بیا رسیدگی کنیم مهسا چرا کشتن. همه از اون اول میگن باباشو برداریم بیاریم مصاحبه کنه، مجبور کنیم مصاحبه کنه، روزنامه ها رو خفه بکنیم. برای من این شکل حکمرانی واقعا تو اپلین اصلا دست قضیه میبینید حیرت آوره و واقعا اسمش حکمرانی نیست، برخورد فرقه ایه. دقیقاً همینطوره آقای مهدوی آزاد، به جای اینکه راجع به دلایل اعتراضات صحبت بکنن، بعد از اون هست که چگونه این اعتراضات رو جمع بکنن. راهکارهای بسیار زیادی وجود داره، حالا امیدوارم فرصت بشه حداقل یک نمونه رو اگر بعد از مرگ مهسا ژینا امینی رو اگر برداریم و نگاه بیاندازیم، فکر میکنم جالب باشه که باز بکنیم ببینیم چه کار کردن. خانم بنی هاشمی، چیزی که در برخی از این اسناد مشاهده میشه بحث فیلترینگ اینترنت هست، بحث وی پی ان هست که به شکل به نظر میاد خیلی محل نگرانی هست برای جمهوری اسلامی، و نامه ای هست که در اون توصیه میشه به اینکه افرادی که وی پی ان میفروشند رو دستگیر بکنن، از این حرف میزنن که پیش از این ناکام موندند. اون بخش مربوط به فیلترینگ اینترنت رو شما چگونه میبینید؟ من سلام عرض میکنم خدمت همگی و بینندگان. ببینید، این بحث مسئله اینترنت یکی از نکته هایی که برای من جالب بود و من توی این اسناد دیدم، تاریخی هستش که این سند به ما نشون میده و اون برعکس تصور ما که ممکنه فکر بکنیم مسئله اینترنت در واقع بعد از اعتراضات آبان 98 بوده یا از پارسال بعد از شروع جنبش مهسا بوده، این نامه برمیگرده تاریخش به سال 97 و در همون زمان مسئله وی پی ان رو مطرح میکنه و اینکه وی پی ان ها باید و اشاره میکنه به کلمه وی پی ان های کسانی که اقدام به فروش وی پی ان های غیر قانونی میکنن. پس بنابراین تقسیم بندی میکنه در این نامه بین کسانی که به صورت قانونی و احتمالاً زیر نظر خود حکومت دارن این کارو انجام میدن و کسانی که دارن تحت مجوزهای حکومت در واقع وی پی ان هاشون رو به فروش نمیرسونن. و خب این بعداً به ما نشون میده، الان این سند فاش شده به ما نشون میده که چه اتفاقی در اعتراضات آبان 98 افتاد که در واقع اینترنت به اون تا اون حد شدید فیلتر شد، محدود شد، حتی یه جاهای کشور سرعت کم شد، خاموش شد و بعدن در شروع اعتراضات مهسا خیلی سریع و بلا فاصله، چون من این رو روی سندهای در واقع اینترنت ایران کار میکنم، بلافاصله مثلا یک هفته یا چند روز بعد از اتفاقی که برای مهسا میفته دستور داده میشه که سرعت اینترنت به سرعت بیاد پایین، شبکه‌های اجتماعی هر اون چیزی که باقی مونده در فیلترینگ قرار بگیره و بحث در واقع مسئله اینترنت ملی خیلی به صورت سریع و در دستور کار قرار میگیره. از اون طرف در حالی که خیلی از کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که اینترنت رو در ایران رصد می‌کنن، اطلاع رسانی می‌کنن که بابت این اتفاقات و تصمیم‌گیری‌هایی که دولت در سال 1401 در جنبش مهسا انجام داد، چند بیلیون دلار ایران، چند میلیارد دلار در واقع ایران داره ضرر میکنه، زیرساخت‌های صنعتی دارن ضرر میکنن، خیلی از مشاغل داره از بین میره، ولی با این وجود میبینیم که این یه مسئله بوده که 4 سال پیش از اون در دستور کار بوده و این اتفاقی هستش که در واقع همینجور مدام و مدام داره میفته. این نکته رو هم در پایان این بخش اول صحبت هم فقط اشاره بکنم که مسئله اینترنت امروز یک مسئله فقط دسترسی به فناوری یا یک در واقع دسترسی لاکچری نیست. ما امروز مسئله حق دسترسی به اینترنت آزاد رو در زمره حقوق اولیه حقوق بشر قرار میدیم و الان کنوانسیون ها به نحوی هستن که مسئله دسترسی آزاد به اینترنت رو برای تمام نوع بشر به نوعی الزامی تلقی میکنن. بسیار عالی، متشکرم خانم بنی هاشمی. در ایالات متحده به همین شکل، یعنی اینترنت رو جزو ارکان حقوق بشر دارن حساب میکنن و یکی از تلاش هایی که دارن میکنن در رابطه با ایران این هست که بتونن به مردم در داخل ایران اینترنت برسونن، دسترسی اونها رو به اینترنت آزاد باز بکنن. آقای کاظمی، می‌خواستین راجع به اختلاس صحبت بکنید. اگر که بخوایم یه ذره متمرکز بشیم، چون اسناد پراکنده است، موضوعات هم مختلف هست، به نظرم بد نیست اگر شما بیشتر راجع به اختلاس ها بخواید صحبت بکنید، فسادهای اقتصادی، و من بعدتر با آقای مهدوی آزاد راجع به نحوه برخورد با اعتراضات صحبت بکنم. اون بحث 18 میلیارد رو در ابتدا هم اشاره کردم دیگه، اومدن پول رو گرفتن که بیان
فرهنگ حجاب و عفاف رو گسترش بدن، کل پول رو با فاکتورهای جعلی، با کمک کسی که چرخیاتی میفروشه، با کمک کسی که پارچه میفروشه پول رو بالا کشیدن. آقای کاظمی، اگر جزئیات بیشتری از این پرونده به ما بدید یا پرونده های دیگر، اختلاس های دیگر زیاد ذکر شده این نوع اختلاس ها در این اسناد. در این پرونده خاص که شما اشاره کردید، شرکتی وابسته به سپاه پاسداران بودجه معادل 18 میلیارد تومان دریافت کرده برای مشخصاً در گیومه ترویج حجاب، اما در عمل اسناد جعلی ارائه داده، به قول حاکمیت حجاب رو ترویج نکرده هیچ، با اونها خودرو، ارز و چیزهایی از این دست خریداری کردن، تبدیل به ثروت شخصی شده و خب در یک گردشکاری که ضابط برای قوه قضاییه زده به این اشاره شده. اما در این حدود 3 میلیون پرونده‌ای که منتشر شده، من امروز برخلاف آقای مهدوی آزاد موفق شدم پرونده‌های زیادی رو ببینم، از جمله پرونده‌های فسادهای اقتصادی بزرگ در همین سالها، حسین هدایتی، پرونده‌های از این دست. اما به خاطر اینکه همونطوری که گفتید اسناد بسیار زیاده و موضوعات هم پراکنده، دو پرونده نظرم رو جلب کرد. یکی در مورد سردار احمد وحید دستجردی، کسی که سالها قائم مقام وزارت دفاع بوده، مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه بوده و در پرونده های زیادی نامش اومده. مثلا در پرونده بابک زنجانی در جلسات دادگاه، خب من به عنوان خبرنگار از 26 جلسه دادگاه بابک زنجانی در 25 جلسه حضور داشتم. در جلسات دادگاه بابک زنجانی ذکر شد از فردی به اسم الف واو دال، یعنی احمد وحید دستجردی، به عنوان یکی از افرادی که تلاش کرده و راه بابک زنجانی رو هموار کرده برای اینکه هم محموله های نفتی رو در اختیار بگیره، هم پول هایی به او پرداخت بشه، اما هیچگاه در اون پرونده در دادگاه حاضر نشد، حتی نامش در بین متهمان هم در نهایت نیامد. اما سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده در سالهای 1397 و 1398 از احمد وحید دستجردی شکایت کرده با اتهام تزیع اموال و وجوه دولتی. مشخص نیست حتی در همین اسناد که سرنوشت این پرونده ها چه شده. در اسناد اومده که دستور صادر شده و پرونده مختومه شده، یا در جای دیگه گفتن که قرار پیگرد صادر شده، اما مشخص نیست چه اتفاقی افتاده. در پرونده دیگری در مورد مؤسسه مهر وابسته، مؤسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به همون بنیاد تعاون سپاه که بعدتر تبدیل میشه به بانک مهر اقتصاد، شکایت شده در اونجا از فردی به عنوان میثم عبدالعظیمی به عنوان مدیر عامل که گفته شده اختلاس کرده در این مؤسسه مالی وابسته به سپاه. من هر قدر که گشتم هیچ اطلاع رسانی در مورد این پرونده در هیچ سالی پیدا نکردم، یعنی پرونده ای که مسکوت مونده و عاقبت همین پرونده هم مشخص نیست. بعدتر هم که این مؤسسه تبدیل به بانک مهر اقتصاد شده، هیچ اسمی از میثم عبدالعظیمی هیچ جایی وجود نداره. یا در مورد همین احمد وحید دستجردی، در سال 97 اداره منابع طبیعی شمیرانات از او شکایت کرده به عنوان تصرف عدوانی املاک، یعنی املاکی که متعلق به سازمان منابع طبیعی شمیرانات بوده، اما آقای سردار احمد وحید دستجردی اونها رو به صورت غیرقانونی تصرف کرده. سرنوشت پرونده مشخص نیست. ده ها پرونده این گونه رو من بهش برخورد کردم که خب عجیبه، اینها رو باید بذاریم در کنار هزاران پرونده فساد مالی که وجود داره. این رو ذکر کنم که این اسناد شاید به ماها کار نیاز داره که هر بار یک قسمتیش رو یک روزنامه نگاری روی اون، یک پژوهشگری زوم بکنه و تحقیق کنه و نتیجه رو استخراج بکنه. اما مقداری پرونده های دیگه هم دیدم، مثلا هزاران پرونده در مورد شهروندان مختلف با عناوین اتهامی مانند حضور در انظار عمومی بدون حجاب شرعی، تشویق مردم به فساد و فحشا بدون حجاب شرعی، هزاران پرونده که منجر به محکومیت شده بود. یا مثلا چند پرونده احمقانه، مثلا شکایت از دولت اسرائیل به خاطر اخلال در نظم ایران، یا شکایت از پاول دروف مدیر عامل تلگرام و در آخر هم اشاره شده او در دادگاه حاضر نشد و حکم صادر شد. یعنی بودجه‌ای که صرف شده برای چنین شکایت‌های احمقانه‌ای. اگر این اسناد رو
فرصت بشه، وقت بشه بررسی کرد، فکر میکنم میتونیم تا ماها هر هفته در مورد بله. بخشی از این اصلا صحبت. آقای کاظمی، یکی از پرونده‌های عجیب دیگه مربوط میشه به قاچاق یک ماده شیمیایی به اسم تری اتانول آمین که فردی برده به سوریه و در اونجا براش مسئله ایجاد شده و ازش در داخل ایران شکایت کردن به این خاطر که اون مسائلی که بین ایران و سوریه بوده در رابطه با سلاح‌های شیمیایی نقض شده، برای ایران مسائلی در جامعه بین‌الملل پیش اومده. اینها نکاتی هست که ما پیش از این نمی‌دونستیم، یعنی بسیار از مسائل هستن که قبل‌تر هم عمومی نشده بودن. آقای مهدوی آزاد، در رابطه با رویکرد جمهوری اسلامی به اعتراضات، چندین پرونده، این چندین سند الان وجود داره، هم بعد از دهه 96 رو ما داریم میبینیم که گزارش دادن که آدمهایی که آمدن چه سنی داشتن، چه شغلی داشتن، تظاهرات ها چقدر پراکنده بوده و چه و چه، و بعد از دو روز بعد از کشته شدن یا قتل حکومتی مهسا جینا امینی هم هست. چه میبینید شما در اون سندها وقتی مطالعه میکنید، چه نکته به نظرتون میاد؟ برای اینکه جواب شما رو بدم میخوام بازخوانی بکنم جلسه تاریخ 27 شهریور 1401 شورای امنیت کشور رو. جلسه تشکیل شده ما برای اولین بار، صورت جلسه خیلی محرمانه که فرستاده شده برای 3-4 تا وزارتخانه، وزارتخانه امنیتی و مقاطع ارشد رو حالا به لطف این آقایان یا برادران یا خواهران هکر در اختیار داریم، میتونیم بگیم توی جلسه چه گذشته. ببین، از بعد اطلاعاتی خودشون میدونن مردم عصبانی هستن، خودشون میدونن چه اتفاقی افتاده. نشون که نماینده پلیس فتح میاد میگه در 24 ساعت اول 360 هزار توییت و 1,360,000 یعنی 1,360,000 بار حداقل ریتوییت شده. میدونه، میگه همه عصبانی هستن. اما پیشنهاداتی که دادن رو دونه من براتون میگم. پیشنهاداتی که نماینده سپاه، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت و غیره دادن. نماینده اطلاعات سپاه میاد میگه آقای نوعی جنگ احزاب شکل گرفته. ببینید، صورت مسئله این هست که دختر مظلومی کشته شده، خانوادهش دادخواهی میکنن و مردم عصبانی هم. این دیگه چیز نیست که اما اگر داشته باشه. دختر مظلوم بیگناه به خاطر دوست تار موش کشته شده، مادر و پدرش داغ دارن، مردم ناراحت. این صورت مسئله است. حالا ببین تو جلسه چی میگن. نماینده اطلاعات سپاه میگه آقا جنگ، نوعی جنگ احزاب شکل گرفته. نماینده وزارت اطلاعات میخوام میگم من میخوام از روش میخوام دقیق کنم، میگه که فضای مجازی رو باید ناامن کنیم. خب این نماینده میگه خانواده مذکور، منظور خانواده مهسا، به هیچ عنوان قصد عقب نشینی ندارن، بنای عقب نشینی ندارن و سر موضع هستن. اون یکی میاد میگه که خانواده مذکور باید مدیریت شود. اون یکی میگه یک مصاحبه پدر مهسا کافی است، او رو باید وادار کنه مصاحبه کنه. ببینید، یعنی شما اصلا نگاه بکنید در حال کسی که کشته شده، بعد به آقدار بگه چرا کشته شده. ادبیاتشون هستش که خانواده سر موزه است و قصد عقب نشینی نداره. اصلا هولناک این نگاه. میدید بعضی وقتا میگن توی دعواها یا توی خشم آدم ها فوش اگر میدن عصبانی میشن، مهم نیست کلماتشون، ادبیاتشون، شکل گفتمانشون ماهیت خودشون رو نشون میده. ببینید، شکل گفتمانش این هستش که میگه خانواده قصد عقب نشینی نداره، همچنان سر موضع ایستاده، انگار گروهکه، سازمانه، باید مدیریت شه، پدرش رو باید فلان کنیم، داییش رو احضار کردیم. و بعد در مورد رسانه ها یکی میگه که شبکه اجتماعی رو باید ناامن کنیم. به خدا حرفش میگه فضای مجازی رو باید ناامن کنیم. اون یکی میگه رسانه ها رو باید مدیریت کنیم. یکی دیگه میگه دانشگاه ها باید مدیریت شود. اون یکی میگه نمایندگان مجلس رو باید توجیه کنیم. ببین، من سوال پرسم اینا کیان؟ اینا کی بودن؟ و این حرفا چیه که مجلس و دولت و روزنامه و مردم و شبکه مجازی یا باید خفه کنیم یا مدیریت بکنیم؟ این شکل هولناک حکومت فردی است، شکل ترسناک حکومت فرقه ای است در ساختارهای کیش شخصیت، که یه نفر به نام علی خامنه ای، روح الله ایکس، اصغر ایکس، فرق نداره، بالا میشینه و همه فدای آزو به در بلایی. بابا یه نفر کشته شده، ولی چرا کشته شده؟ حاضرن زمین و زمان رو به هم بدوزن، به هر چیز چنگ بزنن، هر حقیقتی رو ناحقیقت کنن، هر کی لازم باشه بکشن بگیرن. که چی؟ که اون بالا یک کلمه بگه غلط کرده، یک کلمه بگه من اشتباه کردم، یک کلمه بگه برنامه هم اشتباه بوده، طرح هم اشتباه بوده. این واقعا شکل ترسناکیست. در سایر مسائل هم شما اینو میبینید. اصلا این که در رسانه ها میگن معاندین، نمیدونم رسانه ها، اینا دروغه. شما به ادبیاتشون که نگاه میکنید میفهمید اینا در ذهنیتشون، در گفتمان ذهنیشون، تای قلبشون، خودشون
هستن و مابقی همه دشمنن. مابقی این دوباره شکل هولناک ذهنیت و پارادایم سیاسی علی خامنه‌ای است. نگاه کنید به ادبیاتش، گفتمانش، به کلمه دشمن نگاه کنید، تمام دنیا رو دشمن میدونه، از اروپا و غرب و اعراب و اسرائیل و همه جای دنیا رو دشمن میدونه، حتی مردم ایران رو دشمن میدونه و فقط فرزندان عزیز حزب الله. برای من میخوام بگم، دوباره تکرار میکنم، برمیگردم سر جای قبلیم، شما شکلی از دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی نمیبینید که بخواد این مسئله رو مدیریت کنه، حقیقتی رو کشف کنه یا مردم رو آروم کنه. شما یک جلسه، یک حلقه بسته مافیایی، یک ساختار فرقه ای میبینید که میخواد زمین و زمان رو خفه بکنه و همه چیز رو، همه کس رو، مردم، همه چیز رو دشمن میدونه. بله آقای مهتبی آزاد، اگر اون گزارش از بعد دهه 96 رو ببینید و بعد مقایسه کنید با شهریور 1400، اختلاف به نظر میاد زیاده در این دو گزارش. یعنی در بعد از دهه 96 بحث اینه که خب خیلی پراکنده بوده اعتراضات، ولی در 1400 بحث این نیست که مردم کجا چقدر جمع شدن و چگونه بوده. یعنی فقط حراس از این هست که نگذارن تسته های اولیه اعتراض شکل بگیره. خود همین آیا گویای سیر تطور اعتراضات در ایران هست؟ به روایتی بله، درست میگید. ببینید تو همون گزارش های مربوط به سال 96 هم شما میبینید که اونجا یک نفر فکر کنم از نمایندگان ناجا باشه، یادمش دقیقاً کیه، اونجا گزارش میده، میگه برای اولین بار 30% بانوان دارن در اعتراضات شرکت میکنن. یعنی عبارت بود صرف نظر از اینکه تحلیلش، تفسیرش و اطلاعاتش درست هست یا درست نیست. شما یعنی از همون جلسه 96 هم دارید میبینید که اینا میفهمن چه اتفاقی افتاده. با این حال باز در همین جلسات هم گزارش غلط یا افرادی که پرت و بلا میگن میبینید. تو همین جلسه مال مهسا، مال وزارت کشور، در واقع کمیته اطلاعاتی شورای امنیت کشور، شاک، اونجا میبینید یه آدم پرت میاد میگه که بله در تهران که اصلا استقبال نکردن، هیچ کم استقبال نمیکنه، تو این فضا داره به حرف میزنه. اما در مجموع من فکر میکنم راستش بخواید این چیزی که در سال 90 شما به چشمتون اومده و خوبم درسته، یعنی حراس از اینکه گسترده بشه، یعنی یه نفر میگه آقا اگر هم بذاریم شک بگیره دیگه هفته ها درگیر خواهیم بود، این رو شما در سال 96 هم یه جوری میبینید. این در واقع ترجمهش به زبان عادی، به زبان ساده، این هستش که از سال 96 و قبلتر هم حکومت میدونه که مقابلش مردمی هستن که ناراضی هستن، مقابلش کسانی هستن که به قول خودش سعی میکنه اینها رو کلونی کنه، جدا کنه، ولی میدونه اینا همشون در جبهه مقابل عمل کرده حکومت هست. بسیار خب خانم بنی هاشمی، حقیقتی رو کسی نیست که کشف بکنه، که جملاتی بود که آقای مهتبی آزاد گفت. یکی از اسنادی که خب بسیار تلخ و دردناک هست مربوط به نیکا شاکرمی هست، در گزارشی که آمده از بعد از مرگ او، تحویل جنازه او به مادرش، در این گزارش به شکل روشن، مشخص، با بیان کاملا شفاف گفته میشه که به نیکا شاکرمی تجاوز شده و آثار تجاوز جنسی مشاهده میشه. چرا چنین نکته‌ای وقتی وجود داره؟ اگر کسی نوشته، 5 نفر دیگر هم آن را خواندند، شما بگید 10 نفر حداقل در این سیستم مطلع بودن از اینکه چه بر سر این دختر جوان آمده. چرا هیچ وقت راجع به این در این تجاوز در این سیستم صحبت نشد؟ یا چرا هرگز کسی به این فکر نکرد که این نکته‌ای هست که حداقل میتونیم بیانش بکنیم یا یک معذرت‌خواهی بکنیم یا بگیم که اشتباه کردیم، داستان رو یک جور دیگری، اونطوری که واقعاً بوده، بیان با مردم مطرح بکنند؟ من گمان نمی کنم در ارتباط با مسئله اتفاق افتادن تجاوزها، چه در ارتباط با نیکا شاکرمی و چه در ارتباط با افراد دیگه، هیچ گونه در واقع اجتنابی وجود داشت. من دوست دارم اینجا یه فلشبک بزنم که خود من یکی از اولین کسانی بودم که در یکی از گفتگوها با اینترنشنال اشاره کردم به نظرم میرسه با وجود اسنادی که داره منتشر میشه در شروع جنبش مهسا بود، که به نظر میرسه ما با یک نوع تجاوزهای سیستماتیک روبرو هستیم. و یکی از مهمترین دلایلی که میتونم بهش استناد بکنم این بود که گزارش‌های بسیار زیادی میرسید و در شبکه‌های اجتماعی پخش میشد که اتفاقی برای یک نفر در شمال غرب کشور افتاده، اتفاقی برای یک نفر در مرکز افتاده، و این کاملا اینو به ذهن متبادر میکرد که در این رابطه دو حالت وجود داره، یا اینکه اصلا از قبل یک نوع پیش زمینه ذهنی به افراد دخیل داده بودن که
میتونه هر اتفاقی در واقع در مقابل معترضین زن اگر اتفاقی صورت بگیره مشکلی نخواهد بود، یا به هر طریقی شما مجاز هستین که از اقداماتی بکنید که در واقع ایجاد ترس و رعب بکنه، و یا اینکه این موضوع در واقع به عنوان حتی یک به نوعی ارتقای شغلی ممکنه مطرح بوده در ارتباط با اینکه چه کسانی بیشتر تونستن ایجاد رعب و وحشت در جامعه بکنن. بنابراین این سند هم یکی دیگه از اون موارد هستش که خب ما داریم که روزنامه‌های در واقع خارجی اصلا گزارشی راجع به این موضوع تهیه کردن که در این رابطه به اصطلاح این تجاوز چطور صورت گرفته، چطور معترضین زن مورد آزار قرار میدن. اگر اجازه بدین من به دو زاویه دیگر حقوقی در رابطه با متشکرم. ببینید دو تا مسئله رو من دوست دارم به عنوان یک فرد حقوقی مطرح کنم در ارتباط با افشای و هک شدن اسنادی که اومده بیرون. یکی دنباله صحبت آقای کاظمی هستش که اشاره کردن به این که در واقع یک سری دادخواست‌های بدون ریشه، بدون اینکه اصلا هدفی داشته باشه، مثل اینکه مدیر تلگرام که منم این در واقع مورد توجه منم قرار گرفت، مدیر تلگرام میان مورد دادخواست قرار میدن و پرونده علیه اون تشکیل میشه، بعدم مینویسن که اصلا در دادگاه شرکت نکرد و خب فرد در واقع شاکی مشخص هست که یک فرد به اصطلاح با نام و مشخصات و هویت مشخص میاد و یک دادخواستی رو ایجاد میکنه، ضمن اینکه اینها به نظر در واقع یه نوع، حالا من نمیخوام اصطلاح بعدی برش بکار برم، یه نوع در واقع کار بیهوده و حجوی هستش که داره صورت میگیره، در این حال سوال اینجاست که چرا سیستم قضایی اساسا اجازه میده یک نوع دادخواست های این چنینی شکل بگیره که باعث بشه حجم کار سیستم قوه قضاییه رو بیش از اندازه بکنه، قوه قضاییه رو در واقع خسته بکنه، و دادخواست های این چنینی اصلا چرا باید صورت بگیره، چرا باید ثبت در سیستم بشه؟ ما در کشور آمریکا زمانی که یک نفر با اتهامی روبرو میشه، اگر بلافاصله اتهام خودش رو بپذیره و نیاز به بازپرسی‌های بعدی نباشه، فقط به این دلیل که ایجاد هزینه برای سیستم قضایی نمی‌کنه، دارای دچار یک تخفیف در مجازات میشه، برای اینکه در واقع دادگاه‌های شکل نمیگیره، بازپرسی‌های صورت نمیگیره. حالا این رو شما مقایسه بکنید در شرایطی که ما اسم هر کسی رو در این سیستم میزنیم، به اصطلاح میبینیم که یک پرونده علیه اون باز شده. خب این نشون میده که هزاران پرونده غیر لازم، هزاران پرونده‌ای که اصلا نیازی به طرح اون در سیستم وجود نداره، در سیستم قضایی ایران ایجاد شده، در حالتی که بسیاری از افرادی که برای زندگی روزمره نیاز به سیستم قضایی دارن، برای اختلافات مالی، اختلافات ملکی، اختلافات خانوادگی میخوان در واقع برن و روند پرونده عادی داشته باشن، اولین وقت دادگاهی که بهشون میدن برای یک سال آینده است، یعنی زودتر از اون دادگاه ها وقت ندارن که بدن. خب این یکی از مسائلیه که به ما نشون میده اوورویلم کردن سیستم قضایی یکی از مسائلیه که بسیار ما دوچارش هستیم. این که حالا افراد میتونن از این ایجاد این دادخواست ها آیا در مراتب شغلی استفاده ای میکنن، سوء استفاده میکنن برای اینکه مدیر تلگرام رو مورد خطاب قرار بدن. دومین نکته که ببخشید اینو خیلی سریع میگم، دومین نکته که باید بهش بپردازیم این هستش که اساسا ایران که ما میدونیم هزینه های بی ربط زیاد انجام میده در خصوص خیلی از منویات خودش، چرا باید سیستم قوه قضاییه که سیستم بسیار مهمیه، باید دارای بالاترین امنیت باشه، میتونه دچار این هک بشه و اطلاعات بسیار از مردم عادی در شبکه‌های اجتماعی پخش بشه؟ من در یکی از توییت ها اشاره شده بود که فردی در واقع شماره تلفن پستچی خودش رو از این طریق سرچ کرده، به دست آورده، با پستچی تماس گرفته. ببینید اطلاعات مردم به صورت عادی در اینترنت پخش شده، شماره های کد ملی به هر حال این اطلاعات چه تبعات خانم بنی هاشمی ممکنه داشته باشه برای مردم عادی؟ چون چندین نفر من دیدم در توییتر راجع به این صحبت میکنن، بعد مراقب چی باشند با بیرون آمدن این اطلاعات؟ الان مردم آیا باید مثلا یه تدابیری رو بیاندیشن، حواسشون باشه برخی از تلفن ها رو جواب ندن؟
ببینید به هر حال خیلی از معاملاتی که صورت میگیره با مشخصات سجلی ما صورت میگیره، با کد ملی، نام پدر، خیلی از اطلاعات رو شما در وبسایت ها اگر درست وارد کنید اطلاعات بسیار مهمی اون وبسایت به شما نشون میده. اینکه مثلا در واقع در سازمان ثبت اسناد ملک هایی دارین، ممنوع معامله هستین نیستین، ممنوع خروج هستین نیستین، اینها درسته برای افراد شناخته شده ممکنه کمی کمتر اهمیت داشته باشه، ولی برای افراد عادی که دارن ایران زندگی میکنن این مسائل همه مهمه. و اگر این اطلاعات مورد سوء استفاده قرار بگیره، با اسم و رسم و کد ملی اونها معاملاتی صورت بگیره، در بانک ها در واقع اختلالاتی پیش بیاد، اینا مسائلیه که همش متوجه سیستم قوه قضایی است که به جای اینکه 18 میلیارد صرف کاری بکنه برای به اصطلاح حجاب یا هر چی، یا بسیاری از این مبالغ که ما همه میدونیم که این اتفاقات بسیار میاد، برای اینکه این به اصطلاح بودجه ها رو صرف کارهای بدون هدف انجام بده، میتونه سیستم های در واقع سیستم های خودش رو قوی بکنه. و این نشون میده که یک بار دیگه در واقع غفلت در وظیفه اصلی سیستم قوه قضاییه و حکومت ایران باعث برهم زدن امنیت شهروندان میشه. بسیار عالی. آقای کاظمی، نهادی که قوه قضاییه یک نهاد مهمی هست، خانم بنی هاشمی داشت روش صحبت میکرد، نهادی که یک روز عادیش اینه که یه چلو کباب کوبیده مخصوص سفارش بده و شلاقش رو بفرسته برای تعمیر، این نهاد رو با توجه به کلیه این اسنادی که حالا تا اونجا که شما در توانتون بوده و دیدید، آیا یک نهادی عادل میشه دانست؟ به هر حال پرونده های مربوط به اختلاس هست، یعنی آدم هایی که اخلال ایجاد میکنن در نظام اقتصادی کشور به هر حال در قوه قضاییه براشون پرونده تشکیل شده. آیا میتونیم این نهاد رو یک نهاد عادل نام بگذاریم بعد از انتشار این اسناد؟ ببینید، حتی قبل از انتشار این اسناد هم میشد در مورد قوه قضاییه نظر قطعی داد، ولی الان راحت‌تر شده. قوه قضاییه نه تنها ظالمه بلکه به شدت ناکارآمده. ببینید، در همین پرونده هایی که به شما فرمودید، پرونده های اقتصادی که در قوه قضاییه وجود داره، باید ببینیم که چه استفاده ای ازش میشه. باید برگردیم به پرونده اکبر طبری. خب در اونجا ما شاهد بودیم که پرونده به عنوان کسی که دست راست دو رئیس قوه قضاییه بوده، به جای اینکه در این پرونده های فساد به اونها رسیدگی بشه، اموال مردم بازگرده، متهمین به زندان برن، این وجود این پرونده ها صرف باجگیری از کسانی شده که مرتکب این فسادها بودن. یعنی نوع عمل متفاوته. یا در همین پرونده های فساد بسیاری از این کسانی که به اسم محکوم اقتصادی راهی زندان میشن، میدونیم، من به چشم دیدم در دوره زندان و اخبارمون بسیاری منتشر شده و دیدیم که اینها به ظاهر در زندانن اما در عمل در زندان نیستن. اون بخشی هم که در زندانن خب امکانات خاصی دارن که اصلا عجیب و غریبه. اما یک نکته‌ای که فکر میکنم باید بهش توجه بکنیم، در واقع حامیان نظام و به طور خاص نیروهای سرکوب باید بهش توجه کنن، اینه که این ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی توان حفظ و حراست از اسناد و مدارک خودش رو نداره. ما میبینیم اسناد هسته‌ایش بار کامیون میشه به اسرائیل میره، اسناد مجلسش هک میشه منتشر میشه. اینجا هم که بیش از 3 میلیون پرونده قضایی و ده ها هزار سند محرمانه به دست گروه های دیگری میفته، منتشر میشه. بالاخره در این کشور یک جایی ثبت شده که چه کسانی اون بلا رو سر نیکا شاکرمی آوردن، چه کسانی مسئول قتل مهسا ژینا امینی هستند. فکر میکنم نیروهای حامی نظام، دستگاه سرکوب و نیروهای پیاده نظام سرکوب باید کمی تأمل کنند که روزی دور نیست که اسناد همکاری اونها، سرکوب اونها، جنایات اونها منتشر میشه و اون وقت روزیه که هیچ راهی برای فرار نیست. آقای مهدوی آزاد، این نکته که آقای کاظمی بهش اشاره میکنن، همین اسناد افشا شده که خب به اطلاع عموم میرسه آنچه که در خفا انجام شده، این آگاهیه، این فهمیدن از سوی عموم مردم، فکر میکنید چه بروزی داشته باشه، چه تأثیری داره افشای این جور سنت ها در منتالیته و در ذهنیت جامعه؟
و قبلش این نکته بگم، یه بار دیگه گفتم دوست دارم اینجا هم بگم. ببین، یکی از مقامات حکومتی به نام علیرضا اکبری جا اعدام شد به جرم جاسوسی برای بریتانیا. اصولگرا بود، چی گفته میشد، خیلی آدم تندی بوده علیه نظام، گفته بعد بمب درست کنیم از ام پی تی بی هم بیرون، با اف ای تی اف بد بوده و ظاهرا جاسوس هم بوده. ببین توی این اصلا یه لیستی هست از کسانی که دو سال از تشکیل پروندهشون گذشته و پروندهشون به جایی نرسیده. این لیست مال آذر 1391 هست. سرتون درد نره که دو ردیف هست، ردیف 19 و 20 ماه علیرضا اکبری است. ببین، کمتر از یک ماه بعد، مثل که بوده 3 هفته بعدش، آقای اکبری با اینکه بر اساس این لیست در آذر 91 حکم نهایی واسش صادر نشده بوده، چه برسه که بخواد بره تجدید نظر، ولی چون اعدام هم بوده اصلا حکم صادر نشده بوده، ولی کمتر از یک ماه بعد یا اعدام میشه. من در موردی که جاسوس بوده یا نبوده نظری ندارم، با توجه به اصولگرا بودنش منطقا نمیتونسته خیلی بیگناه باشه، چون این پرونده کاملا واضحه و مبنی اصلا کاملا شما میتونید ببینید پرونده سیاسی بوده در اون سال 91 با انگلیس میخواستن و به همین سادگی آدم رو کشتن. دونه دونه مداقه در این پرونده ها اطلاعات بسیار بزرگی برای مردم درست میکنه، میدونید نگاه و جهان بینیشون رو باز میکنه. این شاید یک مسئله هست. مسئله دوم به چالش کشیدن روایت حکومته. من البته شک دارم اونهایی که الان تحت تاثیر ماشین پروپاگاندای حکومت هستن، شک دارم که مثلا بیان پای این وبسایت ها یا حتی من شما رو گوش بکنم. منتها ترافیک کردن این سایت داره، میگم از صبح من نتونستم توش برم، 100 خورده هزار تا در توییتر فقط همین توییت اطلاع رسانی عدالت علی لایک خورده، خیلی زیاده. این یعنی توجه اجتماعی نشون میده که بخش بزرگی از مردم سعی میکنن توش سرچ کنن و اینجا بر اساس تجربیات خودشون، اطرافیان خودشون، چه اتفاقاتی که شنیدن به ماجرا در واقع نظارت میکنن. و این یعنی که روایت حکومتی باز دوباره هر لحظه بیشتر از قبل با تردید مواجه میشه و اینجا شما ساختاری رو میبینید که دیگه مردم مدام دارن از نزدیک میبینن، دیگه بعدا نمیشه فریبشون داد، میدونید. و همینجوری خورده خورده تهمانده های شاید اعتماد عمومی فرو پاشیده میشه. بسیار عالی. خانم بنی هاشمی، شما چطور فکر میکنید که انتشار این جور اسناد، این افشاگری ها، این روشنگری ها چه تأثیری بتونه بگذاره؟ من اینو تقسیم بندی به دو تا زاویه دید میکنم. یکیش از بود در واقع، چون من حقوقی ام، به هر حال زاویه دید حقوقی رو نگاه میکنم. یکی از این زاویه دید برای من بسیار مهمه به عنوان یه پژوهشگر، برای اینکه تمام این اسناد افشا شده میتونه مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیره و هر اون چیزی رو که ما میدونیم و بارها در موردش به اصطلاح صحبت کردیم شک داریم، حالا یک راهی داریم، برای یک منبعی داریم، رفرنسی داریم که بهش ارجاع بدیم و نشون بدیم که حرفی که داریم میزنیم چطوره. و امیدوارم که بسیاری از این مدارک، من جمله همین مدتی در ارتباط با نیکا شاکرمی هست، مورد استفاده کمیته حقیقت یاب قرار بگیره، برای اینکه یکی از فواید کار اونها در واقع همین مستندسازی و مدارک، جمع‌آوری مدارک، راستی آزماییه که اینها در واقع به هر حال در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بخش دوم مسئله رو به این از این زاویه دید بهش نگاه میکنم که باید اینو توجه داشته باشیم که بلافاصله بعد از هر گونه اعتراضی که صورت میگیره، در شاخه های مختلف حرکت حکومت به چه صورت خواهد بود. مثلا در یکی از اسنادی که افشا شده، یک مطلبی خیلی نظر منو گرفت. یکی این که اشاره میکنه به اینکه سفارتخانه ها و عوامل مربوطه، دفاتر و تشکل های بین المللی، NGO ها باید در دستور کار جامعه اطلاعاتی قرار بگیرن. یعنی در یکی از بخشنامه ها، حالا خیلی بند داره، در آخرین بندش اشاره میکنه به اون عواملی که خارج از کشور ایران هستن و از اونا میخواد که اطلاعات آماری رو درست بکنن، اطلاعات بدن و اتفاقاتی که داره در خارج از کشور میفته رو در واقع مستندسازی کنن، مدارک بفرستن. بنابراین این میتونه به ما در حقیقت، این اسناد یه نوع مهندسی معکوس باشه، ما ببینیم که زمانی که اعتراضات صورت میگیره، شاخه های مختلف، بازوهایی که تلاش میکنن سرکوب ها رو به حد اکثر برسونن، در چه شاخه های ممکنه فعال باشن. این قطعا میتونه به کسانی که در زمینه مسئله حکمرانی و دموکراسی کار میکنن خیلی کمک کنه. بسیار عالی. آقای مهدوی آزاد، آیا نکته پایانی دارید؟ چند ثانیه. نه، نکته پایانی فکر کنم به مجموعه دوباره بعد همین یه جمله رو تکرار کنم. این شما حتی اینجا یک ساختار استبدادی نمیبینید که دور سخت گیری میکنه، شهروندانش رو آزار میده. شما یک ساختار کاملا فرقه‌ای میبینید که از زمین و زمان رو به هم میدوزه، برای اینکه نفر اول یک کلام نگه اشتباه کردم و تقریبا هیچ چیزیش در هیچ بخشش واقعی نیست. بسیار خب. آقای کاظمی، شما نکته پایانی دارید؟
من فقط اجازه میخوام که سلام و درود بفرستم به پدر و مادر مهسا جینا امینی که چنان ایستادگی کردن که صداش از جلسه مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به بیرون میاد و اجازه ندادن روایت واقعی قتل جینا تبدیل بشه به یک روایت دروغین از طرف حکومت جمهوری اسلامی. بله خانم بنی هاشمی، اگر نکته پایانی دارید که مخفول ماند میشنوید. من فکر میکنم که در واقع یکی از اقداماتی که ما باید در آینده بهش نگاه بکنیم این هستش که آمادگی داشته باشیم برای تمام اتفاقاتی که مثلا این نامه ها میتونه به ما نشون بده که در هر برهه از زمانی در اعتراضات مختلف چه اتفاقی افتاده. ممکنه یک روزی در جنبش بعدی این مدارک به ما کمک بکنه که این بار مردم یک قدم جلوتر از حکومت باشن برای راههایی که ممکنه حکومت در دست اجرا داشته باشه. یکی از نکاتی که مثلا در همین اشاره شده اینه که خیلی از گروه‌های اشاره می‌کنه مثلا که بله اونها در واقع اقدام مسلحانه انجام نخواهند داد. در حال اینها خیلی کمک خواهد کرد در آینده که ما بدونیم که طرز فکر حکومت چطور بود. بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر سه نفر شما، پگاه بنی هاشمی، مهدی مهدوی آزاد و مسعود کاظمی که در این برنامه شرکت کردید. و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید. تا شنبه شب آخر هفته خوبی داشته باشید.